سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو 11 کاری که بدون اینکه متوجه باشید به کبدتون آسیب میرسونید رو بهتون معرفی میکنیم. خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کبد یکی از بزرگترین و مهمترین ارگانهای بدن به شمار میره و با برعهده داشتن بیش از 500 کارکرد حیاتی در بدن این وظیفه مهم رو ایفا میکنه. از جمله این وظایف میشه به تصفیه خون، از بین بردن سموم، تبدیل مواد غذایی به انرژی و ذخیره ویتامین ها و مواد معدنی اشاره کرد. یک سری آسیب ها هستن که ما خودمون نمیدونیم آسیبه و اونها دقیقاً میتونن به کبدتون ضرر برسونن، مثل شماره 1، عدم نوشیدن آب به میزان کافی. این توصیه چندان عجیب و جدید نیست که باید به میزان کافی آب صرف بشه، اما از اونجایی که 65% مواد تشکیل دهنده بدن ما رو آب تشکیل داده، به راحتی میشه به دلایل اهمیت مصرفی کافی اون پی برد. کم بوده آب به طور مستقیم بر روی کبد اثر میذاره و سمزدایی از بدن رو در این عضو به مخاطره میندازه. بنابراین اگه به اندازه کافی آب مصرف نکنیم، کبد نخواهد تونست به خوبی کار خروج مواد اضافی و سمی رو به عهده بگیره و در نتیجه از بدن محافظت کافی به عمل نمیاد. با ادامه این روند احتمال بروز بیماری هایی در بدن افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی سیگار کشیدنه. آمار به دست اومده از مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا نشون داده که سالانه در حدود 480 هزار نفر بر اثر سیگار کشیدن جانشون رو از دست میدن. آمار دیگری که تاثیر مصرف سیگار بر سرطان کبد رو به اثبات رسونده نشون داده که حدود نیمی از این مبتلایان به این نوع سرطان در میان افراد سیگاری بودن. این مطالعه حدود 5 سال پیش انجام شده. همچنین محققان میگن که سیگار کشیدن نقش بسیار موثری بر روی کبد داره، زیرا دارای مواد شیمیایی هستش که میتونه اون رو وارد سیستم بدن کنه. این آسیب نه تنها کبد بلکه بسیاری از ارگانهای مهم بدن رو به مخاطره میندازه. مورد بعدی اضافه وزنه. تقریبا فردی وجود نداره که به داشتن وزن اضافه علاقه من باشه. یکی از عواقب این وزن اضافه تجمع چربی در اطراف کبده و میتونه به بیماری هایی مثل کبد چرب غیر الکلی و یا حتی سرطان کبد منجر بشه. عبارت غیر الکلی به این دلیل به کار رفته که آسیبی که به کبد وارد میکنه میتونه کاملا مشابه آسیب مصرف مواد الکلی به اون باشه. حتی بیمارانی که تنها اندکی الکل هم مصرف میکنن میتونن با این کار آسیب فراوانی به کبدشون وارد کنن. بنابراین داشتن این رژیم غذایی سالم میتونه از ابتلا به بیماری های خطرناک نام برده جلوگیری کنه. مورد بعدی داشتن رژیم غذایی که در اون شکر فراوان هستش میباشد. درسته که از این موضوع آگاه هستید که باید شکر کمتری مصرف کنید، اما اگر از این آسیب های این ماده به کبد اطلاع بیشتری داشته باشید، امکان داره در میزان استفاده از اون تجدید نظر کنید. از اونجایی که نوشیدنی های حاوی شکر در رژیم غذایی مردم آمریکا وجود داره و این نوشیدنی محتوی فروکتوزه و کبد تنها عضویه که قادر به شکستن این نوع شکره، بنابراین اگه بیش از اندازه در رژیم غذاییتون شکر وجود داشته باشه، کبد با فعالیت بیش از اندازه خودش برای حل کردن این ماده به خطر میفته. محققان مردم رو از مصرف شکرهای فراوری شده، نوشابه و شیرینی برحذر می‌دارن و به جای اون مصرف شکرهای طبیعی موجود در میوه‌ها رو توصیه می‌کنن. مورد بعدی خوردن غذاهایی برای افزایش قند خون و یا وعده حجم قبل از خوابیدنه. از اونجایی که بخش اعظم فعالیت‌های مربوط به کبد در طول شب انجام میشه، بنابراین با وارد کردن حجم فراوانی از مواد غذایی به این ارگان، اون هم در هنگام شب بیشتر از همیشه کبد رو درگیر می‌کنه. این اتفاق خصوصا زمانی که مواد غذایی بسیار چربی از جمله مارگارین وارد بدن میشه، افزایش پیدا می‌کنه. محققان میگن به جای اینکه وعده‌های غذایی بسیار پرحجم استفاده کنید، از هویج تازه و نپخته و چغندر در وعده غذایی شبتون استفاده کنید. هر دوی این مواد برای پاکسازی کبد و هضم بهتر مفیدن. مورد بعدی مصرف چربی‌های ترانس در هر زمانی از شبانه روزه. خصوصا اگه سطح کلسترول خونتون بالا باشه، به شما بیشتر توصیه میشه که از چربی‌های ترانس پرهیز کنید. این نوع از چربی‌ها که در موردش بیشتر توضیح میدیم، باعث افزایش کلسترول مضر بدن یا همون LDL و کاهش کلسترول مفید خون یعنی HDL میشه.
این نوع چربی ها در میانه میان وعده های آماده ای مثل چیپس، پاپ کورن که در ماکروویو تهیه میشه و یا تمام غذاهای سرخ کردنی موجود در رستوران ها وجود داره. علاوه بر این در رستوران ها برای نگهداری طولانی مدت از این روغن ها به اون افزودنی هایی میزنن که وضعیت رو وخیم تر میکنه. مورد بعدی مصرف برخی از مکمل های گیاهی و ویتامین ها هستش. شاید باورتون نشه اما حتی مصرف برخی از مکمل های کاملا گیاهی میتونه به کبد آسیب برسونه. محققان میگن اگرچه کار اصلی کبد فیلتر سمومه اما به این معنا نیست که هر ترکیبی رو که وارد بدن کنید کبد قادر اون رو بشکنه و سمزدایی کنه. مصرف مکمل ها و حتی نوع گیاهی اونها باید تحت نظر پزشک و با توجه به تاریخچه بیماری و سلامت فرد تجویز بشه. مورد بعدی خستگی جسمی و روحی و داشتن بیش از اندازه استرسه. داشتن طولانی مدت استرس میتونه به کبد آسیب زیادی بزنه. مطالعات انجام شده نشون داده عامل بسیاری از مرگ و میرها رو استرس فراوان و ادامه داری اون دونسته که به افسردگی و مرگ منجر شده. اگرچه چنین مطالعاتی برای رسیدن به نتیجه قطعی به پژوهش‌های بیشتری نیازمنده، با این حال بسیاری از مطالعات نشون داده در درمان‌های بسیار قدیمی در میان چینی‌ها که ارتباط تنگاتنگی میان سلامتی جسم و وضعیت روحی وجود داره. همچنین دانشمندان بر این باورن که علی‌رغم تصور بسیاری از افراد، عصبانیت و حالات بد روحی از جمله استرس میتونه کارکرد نرمال کبد رو مسدود کنه و باعث خطراتی بشه. مورد بعدی عدم انجام تمرین های ورزشی یا فعالیت بدنیه. حتی اگه اضافه وزن هم ندارید بهتره که تمرین ورزشی و بخشی از برنامه هفتگیتون کنید. حداقل این کار رو برای کارکرد بهتر کبد انجام بدید. محققان میگن در طول انجام فعالیت ورزشی تعرق افزایش پیدا میکنه و این امر به سمزدایی از بدن کمک میکنه. همین امر سبب میشه که کبد اندکی برای انجام فعالیت های 24 ساعتش فرصت استراحت پیدا کنه. 150 دقیقه پیاده روی ملایم در هفته توصیه میشه. این کار رو میتونید با انجام 3 پیاده روی یا اینکه پیاده روی سریع 50 دقیقه‌ای در هفته انجام بدید. مورد بعدی اعتماد بیش از اندازه به داروهایی که مصرف میکنیده. بله، درسته. برای برطرف کردن یه سردرد ساده، سرماخوردگی ساده و یا حتی یه درد عضلانی ساده به داروخانه مراجعه نکنید. یا مسکن زیاد مصرف نکنید. در واقع علت این امر اینه که مصرف مداوم چنین داروهایی میتونه سمی رو وارد بدن کنه یا حتی بدن رو وادار به تولید سم کنه که مانند هر خوراکی دیگه که مصرف میکنیم این داروها از مسیر کبد عبور میکنن و با حمل برخی سموم از این منطقه باعث آسیب دیدن این ارگان میشن. به عنوان مثال مصرف آستامینوفن که چندان هم جزء داروهای مضر به حساب نمیاد اگه با دوز حدود 400 میلی گرم و تنها گاهی و اون هم یک بار در روز مصرف بشه موردی نداره، اما اگه مداوم مصرف بشه میتونه باعث مشکلاتی در کارکرد کبد و در مواقعی باعث مرگ بشه. و مورد آخر که جزء اشتباهات، پرهیز از چک کردن سالانه و آنزیم‌های کبدیه. بسیاری از افراد تصور میکنن که در چک‌های سالانه‌شون تنها کافی از وضعیت کلسترول و ضربان قلبشون مطلع بشن، خصوصا در میان افرادی که الکل مصرف میکنن لازم هر سال آزمایش‌های مربوط به کبد هم انجام بدن. حالا بهتون خوراکی‌هایی رو معرفی میکنیم که به عملکرد بهتر کبد کمک میکنه. شماره 1، سیر. در داخل سیر ذرات ترکیباتی وجود داره که برای کارکرد کبد بسیار مفیده. سیر مملو از سلنیومه که سبب افزایش تاثیرات آنتی اکسیدانی و سمزدایی کبد میشه. همچنین دارای آرژنینه که نوعی آمینو اسیده که به ریلکس کردن رگ‌های خونی می‌انجامد و فشار خون موجود در کبد رو کاهش میده. مورد بعدی روغن زیتونه. با مصرف متعادل روغن زیتون فوق بکر میتونید به عملکرد کبد کمک کنید. این روغن لیپیدهایی رو شکل میده که به سمزدایی در بدن انجام میشه و اندکی از نقش کبد رو بر عهده داره. مورد بعدی سبزیجاته. به اثبات رسیده که سبزیجاتی با برگ‌های سبز میتونن در محافظت از کبد مؤثر باشن و ترکیبات فلزی شیمیایی آفتکش موجود در غذا و محیط رو خنثی کنن. در این میان اسفناج و کاسنی برای خروج سموم از بدن بسیار مؤثرند. چغندر هم نقش تصفیه کننده خون رو بر عهده داره و در کارکرد بهتر کبد کمک رسانه. بروکلی، گل کلم و کلم بروکسل هم آنزیم‌هایی دارن که به سمزدایی و عملکرد بهتر کبد کمک میکنن. مورد بعدی چای سبز.
شاهی سبز مقادیر قابل توجهی آنتی اکسیدانی به نام کاترین داره که به گروه فلانوئید عالی تعلق داره. دانشمندان بر این باورن که این نوع چای در مقابله بسیاری از سرطان‌ها مقاومت می‌کنه. مورد بعدی گریپ فروته. گریپ فروت نه تنها حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین سی بلکه گلوتاتیون داره که ماده‌ایه که از کبد محافظت می‌کنه. مورد بعدی گردوه. همانند سیر گردو دارای آرژنینه، همچنین گلوتاتیون و اسید چرب امگا 3 داره که به سمزدایی کبد کمک میکنه. همچنین مقادیر قابل توجهی آنتی اکسیدان و چربی غیر اشباع داره. مورد بعدی سیبه. ماده‌ای به نام پکتین در سیب وجود داره که به خروج سموم از بدن و هضم بهتر مواد غذایی کمک میکنه. مورد بعدی زردچوب است. زردچوب کورکومین داره که نوعی آنتی اکسیدان و ضد تورم. این ماده به کبد مجاری صفرا کمک میکنه و در سمزدایی به کبد یاری میکنه. مورد بعدی لیمو ترشه. لیمو ترش داره مقادیر فراوانی ویتامین C هستش و با خاصیت حلال بودن در آب نقش سمزدایی داره. مورد بعدی آووکادوه. زمانی که پایه سلامت کبد به میان میاد، آووکادو یک ابرخوراکیه که حاوی ویتامین C و E که به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی برای خنثی کردن رادیکال‌های آزاد و محافظت از سلول‌های بدن نقش‌آفرینی داره. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و مؤثر بوده باشه و تا ویدیوی بعدی شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.